کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت شرودوییم. با درود و سلام، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال، واقع در کشور زیبای کانادا. و امروز هم سه‌شنبه است، 12 ماه آوریل مبارک سال 2016 دربدری، که البته هر از گاهی تذکر دادیم که در بعضی از روایات و احادیث اپریل مبارک هم آمده، به هر حال که برابر است با 24 فروردین ماه سال 1395 مهرورزی زنجیره‌ای، به همراه گروه 4 به علاوه 1، یعنی اعضای محترم مقتدر و با صلابت تیم خودمان، اختر عیالمان، ممدی وارث یا نایب برحق، علی اکبر نوچه دیرینه و موسیو ژان پیر اخشنبو، هموطن کبکی کانادایی خودمان و صد البته عمه جانمان، عضو برجسته، مهمان ویژه برنامه 99 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هممیهنان و همزبانان گرامی در هر گوشه از این جهان پهناور که شاهد و ناظر یا بیننده و شنونده برنامه های میهن تیوی هستید تقدیم میکنید. شاید این مطلب رو حداقل یکی دو بار دیگه هم گفتیم براتون که ما پس از تقریبا 25-6 سال، شاید امروز اگه 12 دیروز سالگرد ورود ما، به قول معروف ورود پیروزمندانه ما به شهر مونترال بوده. 26 سال در این سالهای قربت، هر از گاهی که یک مصیبتی بر یک هموطن وارد میشه، به خصوص هموطنان خارج کشور، کسانی که سالها به دلایل عدیده ناچار به ترک میهن بودن، اومدن در این کشورهای غریب با هزار جور مشکلات ساختن، فکر کنید یارو صبح سر خواب برمیداره از ایران زنگ میزنن پدرت رفت، مادرت رفت، خواهرت رفت، فلان دوست عزیزت رفت، خیلی دردناکه. و ما چون خودمون رو با همه هموطنانمون صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی یا اختلافاتی که ممکنه باشون داشته باشیم یا نزدیکی‌هایی که از نظر تفکر بهشون باشون داشته باشیم که هیچ فرقی نمی‌کنه، همیشه در غم هممیهنانمون و همچنین در شادیمون، شادی اونها خودمون رو شریک می‌دونستیم. هفته گذشته شنیدیم که آقای شاهین جامعی، عرض می شود که هنرپیشه و طنز پرداز ساکن لس آنجلس است و ما دیرگاهی سالها قبل با ایشون یک همکاری کوچولویی هم داشتیم که البته ادامه پیدا نکرد. این مرد محترم پدر خودشو در ایران از دست داده. این ضایعه و مصیبت رو به آقای شاهین جامعی و همه دیگر عزیزانش تسلیت میگیم و برای او و سایر بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و استقامت در مقابل این ضایعه و همچنین شادی و سلامتی و طول عمر داریم. شاهین جان، فوت پدرت رو خدمت تسلیت میکنیم. آرزو داریم که بقای عمر بازماندگان آن مرحوم باشد. والا یه دو سه روزیه اینقدر ما عصبانی هستیم، اینقدر عصبانی هستیم که میخواید باور کنید با مش بکوبیم به این دیوار. دست خودمون ها، دست خودمون عصبانی هستیم. یعنی عصبانی و پشیمان و ناراحت. حالا علت چه براتون میگیم چه اتفاق بود. خلاصه اینقدر دست خودمون عصبانی هستیم که دست میگرفتیم خودمون بریم اینجا یه اداره پلیس خودمون رو معرفی کنیم، ولی فکر نمی‌کنیم ترتیب اثر بدن. ما اتهامی که ما به خودمون وارد کردیم اینجا اتهام نیست، نمی‌دونیم. یعنی اینقدر ما عصبانی هستیم
که اگر در میهن اسلامی بودیم میرفتیم باور کنید خودمون رو به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی میکردیم. حالا توضیح بدیم براتون. میدونید که چند سال پیش این معجزه 1003 جناب پرزیدنت محمود یچیزی نژاد که دو دوره رئیس جمهور بودن در یک سخنان گوهرباری یه جمله نقص فرموده بودن. فرموده بودن که ایران اسلامی آزادترین کشور جهانه. اون موقع ما به دلیل فساد اخلاق و عدم ایمان و بعضی تفکرات انحرافی چه قدیم بنده خدا رو مسخره کردیم، خندیدیم بهش، نوشتیم و گفتیم یارو دیوانه است، ایران آزادترین کشور جهانه. و این هفته یه اتفاقاتی افتاده، حالا براتون بگیم که میبینیم راست میگفته. و دلیل عصبانیت ما از خودمون همینه که آقا پیرمرد تو چقدر دچار فساد اخلاقی، چقدر بی ایمانی. عرض میشود چرا انقدر فاسدی؟ حالا به این خبر توجه کنید. دادستانی آمریکا میگوید مردی که در سالهای 1999 و 2000 سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بوده در دوره جوانی مرتکب جرائم جنسی و کودک آزاری شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادستانهای قوه قضاییه آمریکا از اتهام دنیس هاسترت رئیس سابق مجلس عرض می شود که نمایندگان این کشور به سوء استفاده جنسی از 5 پسر بچه در سالهای خبر داده اند که به عنوان مربی ورزش کشتی مشغول به فعالیت بوده است. یعنی بابا مربی کشتی بوده و همینجور که داشته فن کشتی و این چیزا را به این بچه ها یاد می داده ظاهرن یه کارای بیناموسی هم دست بده. عرض می شود که این جرائم به دهه 1960 و زمانی باز می گردد که هاسترت به عنوان مربی ورزش در یکی از دبیرستانهای ایالت ایلینوی شاغل بوده است. از سوی دیگر گفته می شود که هاسترت برای مسکوت نگه داشتن موضوع از یک واسطه خواسته ببخشید تا به یکی از قربانیان که در زمان تعرض 14 سال سن داشته است 3.5 میلیون دلار به عنوان حق و سکوت بپردازد. 3.5 میلیون دلار برای یک فقره یا حالا چند فقره اعمال جنسی. اگر تعداد دفعات رو میدونستیم خب این 3 میلیون دلار رو بخش میکردیم به اون ببینیم هر دفعش چقدر مایه گیر پسر اومده. در این میان شخص واسطه نیز 1.7 میلیون دلار 1.7 میلیون دلار رشوه گرفته است. دنیس هاسترت که سال گذشته یعنی 2015 نیز از سوی دستگاه قضایی آمریکا به فساد مالی محکوم شد در فاصله سالهای 1999 تا 2007 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بوده است. جرائم ریز و درشت نسبت داده شده به وی که زمانی یکی از حساس ترین مشاغل حکومت واشنگتن را بر عهده داشته آبروریزی بزرگی برای دولت آمریکا به شمار می رود. تا جایی که عکس وی از دیوار کنگره این کشور پایین کشیده شده است. به شرطی که هاسترت به جرائم خود اعتراف کند دادگاه آمریکا با قائل شدن تقدیر وی را تنها به 6 ماه حبس محکوم خواهد کرد. جلسه دادگاهی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ 27 ماه میلادی جاری یعنی اپریل برگزار خواهد شد. آخه تو را حضرت عباس اینم مملکته؟ یارو یه
سه چهار فقره، حالا 10 فقره بچه بازی کرده، حالا یه چند میلیون دلار هم ظاهرا جابجا کرده. و آقا رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده شبسابات بوده، اومدن بیچاره رو گرفتن و دارن محاکمش میکنن، زندانیش کنن. پس آزادی کجاست؟ دموکراسی کجاست؟ شما این ایالات متحده رو میگید که آخه ما همین اشتباه کرده بودیم. وقتی که اون پرزیدنت یه چیزی نژاد اون جمله رو گفت، ما شاپشونه کشیدیم. نه آقا، آزادی میخوای امریکا، فرانسه، انگلیس، تمام این استکباریون رو گفته بودیم از بی ایمانی. جان اجرا بودی بود خوب. آره اینم هست. البته اینو باید از اون رمین شهر درست میکنی آقای بهبهانی، اینو باید از اون آقاه پرسید که داره برای آقای ترامپ، چیزی آقای موسفیدی هست در اون بنگاه همیاری ملی داره کار میکنه که آقای ترامپو به مردم میگه به ترامپ رأی بدید که ایران آزاد کنه. به هر حال با اون باید گفت، چرا به ما میگیم؟ ما که نه دموکراتیم در حقیقت، نه جمهوری خواه. ما در کشور ارزش کانادا، ما رئیسمون بیبی دو عالمه، ملکه الیزابت سلام الله علیهما، یاله راحت رو. خلاصه گفتیم آره، ببین ما چه قفلتی کردیم. گفتیم آمریکا کشور آزاده، یارو آزادی بچه بازی هم نداره، گرفتنش رو میخوان زندانش کنه. بعد مراجعه کردیم به تاریخ، دیدیم واقعا پرزیدنت راست میگفته، پرزیدنت یه چیزی نجات. رفتیم سراغ همون سردار زارعی بود که چند تا خانومو لخ کرده بود، گفته بود جلوی من نماز جماعت بخونید، اون پشت نشسته بود صحنه رو تماشا کرده بود. البته اونجا ایشون گرفتن دادگاهی کردن، بعد گفتن این شایعات منافقین و ضد انقلاب بوده. یه جوری سردار حالا احتمالا یه شغل بالاتر، یا خودمون با این دوتا چشم خودمون دیدیم که یه آخوندی در مسجد عمامه رو گذاشته بود زیر پا، داشت به یه بچه 7-8 ساله تجاوز میکرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی ببینید آزادی اونجاست دیگه. از این واضح تر میخواید؟ آقای خاوری 3 میلیارد تومن دلار رقم ها اینقدر گفتیم گنده است که ما سر در نمیاریم، توی دفترمون جا نمیشه بنویسیم. اوورد خب آزادی داشت میاره اینجا، خونه خریده برای دختر خانومش، خودش هم حال میکنه، حالا نمیدونیم در اینجاست هنوز یا کاناداست یا ایالات متحده شمس‌آباد. به حال اینقدر ما این روزا ناراحتی، من دست خودمون عصبانی هستیم. گفتیم خدا لعنتت کنه خراسانی، تو یه موقع یه قضاوتایی میکنی بعد خجالت باید بکشی. دروغ میگفت حضرت پرزیدنت یه چیزی نژاد. آیا واقعا اون مملکت آزاد نیست؟ چرا؟ اینجا که آزادی وجود نداره، یارو رو گرفتم بدبخت. و پس آزادی کجا رفت؟ بگذر عرض می شود که به این حالا خبر گوش بدید. سید یوسف طباعی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه نماز جمعه ضمن ایراد یک سری فرمایشاتی که واقعا باور کنید هر فرمایش یک خطیش میتونه موضوع 10 دقیقه 5 دقیقه برنامه پیر خراسانی باشه، ولی وقت نداریم، گشتیم یه جملهش رو فقط انتخاب کردیم که اینجا مطرح کنیم، بقیهش رو دیگه واقعا میگیم فرصت نیست. حیف. ایشون در اینجا در ضمن این سخنرانی یه جمله فرموده، گفته که ملت شریف و مجاهد ایران قطع رابطه با آمریکا را به فال نیک گرفته و از مشکلات استقبال می کند. یعنی مردم ایران که احتمالاً مغز خر خوردند میگن خب خوبه با آمریکا مخالفت کنیم، تحریم بشیم، زندگیمون سخت بشه، استقبال میکنن از این مشکلات. گفتیم میگن یارو از کیسه خریفه میبخشه، مثل اون آقای آیت الله مکار شیرازی بود، میگو آقا حالا مرغ نخوری چی میشه. البته لطف کرد گفت من تحریم نمیکنم، نمیگم خوردن مرغ حرامه، ولی خودم نمیخورم و ما مطمئنیم که حضرت آیت الله دروغ نمیگه.
100%. مرغ دیگه نمیخوره، قرقاول میخوره. حالا یا کک میخوره. قول داره که نخوره دیگه، تحریم نکرده، ولی گفته من خودم نمیخورم. عرض به حضور محترمتون، ما یکی از عزیزانمون، یکی از افراد نزدیک خانوادمون در آلمان زندگی میکنه. ایشون عید، خب فصل عید معمولا حالا در طول سال چند بار با هم صحبت میکنیم، ولی عید دیگه حتما زنگی میزنه یا ما زنگی میزنیم. حتی پارسال هم یه سفر اومد مونتریال، یه 10-15 روزی بود دیدیمش بعد سالها. قرار بود حقیقتش ما یه چیزی رو که لازم بود بفرستیم آلمان، براش ایمیل زدیم که داداش این آدرس تو بده که ما این چیزی که حالا صحبتش کردیم برات بفرستیم. داد و مام تو ششه بش بودیم، حالا پاشیم بریم پست اینو ببندیم ببریم بدیم به پست. ناگهان با عجله زنگ زد که آقا، گفتیم بره، گفت مبادا اسم منو روش بنویسی ها. گفتیم که چرا؟ گفت که ببین اسم من اونی که تو فکر میکنی نیست، مثلا اسمش محمد تقی صفارزاده، عرض میشود که درگوزآبادی بود فرض کنید. گفت نه دیگه اسم من اون نیست. گفتم چی بنویسیم؟ گفت همون صفارزاده درگوزآبادی رو بنویس، اون محمد تقیش رو ننویس. گفتیم تو واقعا رفتی همون محمد تقی رو حذف کردی؟ اسم جدید فامیلی تو به عنوان اسکار فامیلیم که چند قسمت بود به عنوان اسم، گفتیم حالا چرا این کار کردی؟ گفت والا تو هر اداره ای که میرفتم وقتی منتظر بودم صدام کنن تا یارو میگفت محمد فلان، یا همه نظرها برمیگشت به من، اصلا یه احساس حقارت و ترسی میکردم، همه یه جوری نگاه میکردن. گفتم حالا برو خداش رو کن که خیلی سرخ و سفیدی، شکل خودمون آلمانیا هستی، اگه مثل ما یه قیافه شرقی اینطور ایکلی و سیاه داشتی که خیلی کارت خرابتر بود داداش. حالا شکر کن که حالا اسمتو که درست کردی، به هر حال قیافش هم واقعا میخوره به اینکه آلمانی باشه، با اینکه خیلی فامیل نزدیک ماست ولی خیلی سرخ و سفید و ماشاءالله حالت بور مانند و اینا داره. میخواستیم بگیم ببینید با اسلام چه کردند. یه بار خوندیم که محمد اسمیست چند سال پیش که بیشترین نامیست که در سرتاسر دنیا میذارن، حالا ببینید با اسم پیغمبرتون چه کرد. حالا اینو به عنوان یک مثال براتون گفتیم. عرض میشه که این آقای عدم الهدا رو که میشناسید، امام جمعه مشهد، همون دهات سابق ما به اصطلاح، ایشون چند روز پیش در توییترش ظاهرن یه جمله نوشته و گفته که بدحجابی از اختلاس بدتر است. آقا یک حمله هایی به این حضرت حجت الاسلام شد که اصلا به گوه کردن خودش پشیمون شد. بلافاصله اومد رفع رجوع کرد که، یعنی اونایی که این سایتشون دستشه و توییت و اینا، خودش که فکر نمی کنی شعوره، فقط میگه اونا درست میکنن دیگه. نه که فکر کنید زنده انقلابیون و این منافقین و کفار، همون حزب اللهیا میگه مرتی که این حرف چیه زدی. اومد و رفع رجوع کرد و که نه، نظر حضرت این نبوده، بد تعبیر شده. همچنین معمولا اینا وقتی غلط اضافه میکنن و به لپاشوره میخوره اینجوری میان دستکش رو در میکنن، که نه نظر ایشون این نبوده، صریحا چیز دیگه بوده، بد تعبیر شده. بابا ابله، یه ملتی دشمن خونی تونن حتی بسیاری همونایی که تظاهر میکنن طرفدار شما، بعد تو میای همچین بدحجابی از اختلاس بدتره؟ یعنی یه دختر محروم ایرانی یه دار موش بیرون باشه بدتر از اینه که یه جانوری مثل خاوری 3,000,000,000 نمیدونیم دلار رو ببره؟ ما کجای کارین شماها؟ بها خوب مردم تو دهنشون زدن و این بارم نه اینکه ما منافقین و کفار و عرض میشود که ضد انقلابیون، از خود سرطویله بهش، اعضای خودشون بهش حمله کردن و این جالبه.
یادتونه یه زمانی وقتی یه اتفاق غریبی میافتاد میگفتن آقا دوره آخر زمونه. حالا واقعا به نظر ما دوره آخر زمونه. ببینید یه یه جوری میشه که مثلا آقای اوباما که حالا یه رنگین پوسته، حالا شاید سیاه پوست نگیم، یه رنگین پوسته، میشه رئیس جمهور آمریکا، در حالی که همین 40-50 سال پیش بود که مارتین لوتر کینگ رو حالا به جرم این که سیاه بود به هر حال کشتنش، امروز یه سیاه پوست میشه رئیس جمهور آمریکا. که گفتیم براتون یه بار با فیدل کاسترو 50-60 سال پیش که قطع ارتباط کرده بود کوبا با آمریکا، گفتن آقای کاسترو ممکنه یه روزی دوباره ارتباط بین کوبا و امریکا برقرار شه، به تمسخر گفته بود آره اگه یه روزی یه سیاه‌پوست شد رئیس جمهور آمریکا ارتباط ما که شد، در حقیقت اون به طنز گفته بود. آره از اون جالب تری که یه سوسیالیست رفته و خودشو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا کرده، خیلی جالبه. منظورمون آقای سندرزه. البته میدونید ما به دلیل فساد اخلاق و اینکه به هر حال 57 مصدقی عامل KGB و حقوق بگیر مسکو هستیم، خب خوشمون میاد اگه ایشون رئیس جمهور بشه. البته زیادم ما نه سر پیازیم نه تای پیاز، گفتیم ما خودمون چیز داریم، رهبر معظم داریم، ولی به هر حال براش آرزوی موفقیت میکنیم، گرچه تمام کارشناسایی که ما دوره برای خود رو میشناسیم میگن نمیتونه بشه، امیدواریم حالا بشه. چند روز پیش جمله ازش شنیدیم خیلی جالب بود، با اینکه ایشون یهودیست و خب تمایلاتی حتما نسبت به اسرائیل داره و خودش هم میگفت من عده خانواده هم هنوز تو اسرائیل زندگی میکنن، ولی یه تحلیل زیبایی راجع به داستان اسرائیل و فلسطینیا گفت. گفت ضمن اینکه اسرائیل حق داره که به هر حال کشوری باشه، زندگی مردمشون برای خودشون داشته باشن، نه داخل فلسطینی هم حقی دارن، حق زندگی دارن. همین خیلی نقطه نظر جالبیه. به هر حال برای سندرز آرزوی موفقیت میکنیم، در حالی که توجه کنید همین 60-70 سال پیش چیه؟ به یک دوستی گفت به هم سعید بهمانی گونم 60-70 سال پیش کنه آقا همین تا زمان ریگان اگه کسی درز میکرد که یه تمایلات سوسیالیستی داره گرفتار میشد. گفتیم داستان مکارتیزم، گفت نه اون که هیچ بخوره هموطنان نازنین آذری، همین اخیراً زمان ریگان هم این داستان بود و امروز کار این جامعه یه همون داستان این است که وقتی کشوری حق مردم مراعات بشه و به حال دموکراسی نسبی درش وجود داشته باشه وقتی اتفاقات هم میفته. ولی در ممالکی که مثل ممالک ماست یه داستان غریب دیگه است. ببینید ما دو سه بار این مطلب رو به شما گفتیم، یه مترو معیار دادیم دستتون برای اینکه دوستان و دشمنان میهن و مردمتون رو بشناسید. به یکی مثلا نگاه کنید ببینید اعمالش چیه، چی کار میکنه، بعد با اظهاراتی که میکنه، با جانبهایی که میگیره به راحتی میشه فهمید که خوش خدمال رژیم این رزل یا طرفدار مردم و میهن. یه نمونه براتون بگم. میدونید که همین ایام عید آقای شجریان نازنین یه تیکه فیلمی پخش کرد که در اونجا به مردم گفت مریضه، سرطان کلیه داره و داره معالجه میکنه و این مردم که نهایت محبت رو به شجریان دارن چه کردند، هر جا نگاه میکردید بهش ابراز محبت کردند، براش آرزوی سلامتی کردند. حتی در یکی دو تا از این تلویزیون‌های لس‌آنجلسی یکی دو تا آدم که حالا ممکنه ما هم باشون با اعتقادات بعضی اعتقادات موافق نباشیم، که تجلیلی از استاد شجریان کردن که درود بر همه اونها، در یکی که یه فیلم کاملی ساختن راجع به استاد شجریان. آقای صدرم در برنامه یه شنبه گذشته شاید میشه از نصف برنامهش رو
اختصاص داد به صحبت راجع به این مرد نازنین یعنی شجریان. وقت تو این سولاخ زنبورا که نگاه میکنید یه سری مارمولک و به قول ما مشهدی ها چلپاسه و عرض میشود که مار و موش اینا میان مثلا شجریان رو خراب کنن. ببینید در ایران شجریان طرفدار مردم و مخالف رژیمه، این خیلی واضحه، همه میدونن. وقتی اون ابله پرزیدنتی چیزی نژاد اومد و مردم رو خاص و خاشاک نامید، ایشون اومد گفت من صدای اون خاص و خاشاکم و اونچنان مهرش در دل مردم بیشتر شد که چه کردن مردم برای این مرد. بنابراین اونجا جرعتش رو نمی کنن علنن با شجریان چنگ بندازن، چون ایشون انقدر هم شجاع بود که آقا نوارای منو پخش نکنید، حق منه. دیدیم یکی دو هفته گذشته حتی اون وزیر ارشاد هم اومده بود یه جوری خوشخدمانی استادو کرده بود که بله ما داریم سعی میکنیم موانع و از این برداریم که استاد بتونن در ایران کنسرت بذارن. حالا چون میبینن تو ایران دهن باز کنن فوش خار مادر میخورن بخوان بعد به استاد بگن، در خارج به این دبقتیاشون مأموریت دادن که استادو بزنن. از جمله در بعضی از این همین دستگاه های معرکه گیری بعضی از این مرشدان نشستن دهنو باز میکنن مزخرف دیدیم نسبت به استاد شجریان میگن که اینا دیگه معلومه حالشون چیه. یعنی یارو که دهن باز میکنه به شجریان دریوری میگه و مثلا از کریتا پارسی و نایاک دفاع میکنه، خب معلومه این عنصر به کجا وابسته است، دیگه توضیح بیشتر نمیخواد. بعد یک جوون مفلوک منحط عرض میشود که واقعا هر جایی هر جای سیاسی البته هست که میبینیم چند وقتی است بعد از این داستان شجریان شروع کرده کلیپ هایی میسازه بر علیه استاد شجریان که بذارید میرو رعباسی اسمش هم بگیم، اون ناامید ناشریفی نادان اومد که الدنگی که سرش هم به تنش نمیارزه به دلایل عدیده مشخصه که عامل سازمان های اطلاعاتی ایرانه. یعنی وقتی این سعید ما یه بار آورده بودش پنبه شد زده بود، بله من در تظاهرات 88 بودم، بعد منو گرفتن یه شب هم اومدن تو زندان گفتن این ادعا آزادن از جمله ما، منم آزاد کردن. بعدم اومد و سه ماه بعدم زنش راحت از فرودگاه رسما اومد بهش ملحق شد و بله کسی بودم در تظاهرات 88 مرگ بر دیکتاتور گفتم، مرگ بر خامنه ای گفتم. سعید گفت بابا اگه این اتفاق بود تو راه پاس کنانتری هم زنده نمی رسیدی، همون تو راه کشته بودنت. بعد دیدیم یک سری مهمنات نسبت به استاد شجریان سر هم کرده. بله ایشون آقا مذهبی بوده، ربنا خونده، خب گوساله، همه مذهبی بودن، همه ما یه پیشینه مذهبی داریم. خود رزلت هم از پدرت بپرس، از مادرت بپرس، آیا بعد از اینکه از بدن مادر جدا شدی از آن به گوشت نخوندند؟ همه ما مذهبی بودیم، هنوزم بسیاری از هموطنان ما مذهبی هستند که درود بر اونها، حقشونه که مذهبی باشن، حقشونه که اعتقاد داشته باشن، به دیگران کاری نداشته باشن، درود بر اونا، مذهب داشته باشن، نماز بخونن، روزه بگیرن، به کسی مربوط نیست. بعد تو میای اینو برای استاد شجریان مستمسک میکنی، ربنا خونده. میگن که یکی تو خونش نون ماس خورده بود، یه چیکه از این ماسته چکیده بود به ریشش، بعد اومد تو کوچه یکی از دوستاش بهش رسید سلام علیه، گفت نهار چی خوردی؟ یه بادی به قبقب انداخت گفت خوراک کبک. گفتش تو بمیری اگه نمیگفتی هم میدونستم، چون کبک فضلش به ریشت هست. حالا که تو بابا فضله اسلام به ریشت هست مشخصه،
حالا نمیخوایم بگیم که هر کسی ریش داره عامل رژیم ها، خب بسیاری از محترمین هم ریش دارن که دوست دارن درود. البته یه زمانی میگفتن هر کسی که ریش داره made in بریتیش داره، یعنی ریش رو که بزنی بالا اون زیر made in انگلند یا made in بریتیش هست. حالا اینو به عنوان یه طرز گفتیم، ولی مردک تو در رقمی نیستی، تو در بعد یه سری این جوانای ناآگاه یا یه سری همپالکی های خودش که اونها هم به هر حال احتمالاً از همین سرطبیله هستن و جزء وابستگانش هستن، میان براش دست میزنن، هورا میکشن، میگه ببین مردم چه استقبال میکنن، خاک تو درت کنن. البته این مزدور مفلوک مریش مزلف هم تقصیر نداره ها، وقتی یه گنده های بیان به این انچوچک بها بدن ببرنشون، یارو بود توی اون به ما گفتن اس نیار، نه تلویزیون نه ها، دوستامون گفتن اینا رو گنده نکن. البته یکی هم گفت ببین، حالا اونا به هر حال برای خودشون کسی هستن، به هر حال بنگاه حمایت از اعلی حضرت و پسر یه یارو هست که اون گنده که در زمان مرحوم آریا مهر تو تلویزیون ایران جای دوست دشمن نشون میداد، بعد اومد اینجا رفت با این اینترتینمنت کار کرد، حالا هم اون رئیس بزرگ در اتاوا یه استخون جلوش انداخته، هفته دو سه روز تو این بنگاه برنامه داره. این ابله رفته بود همین امید ناامید نادان ناشریف آورده بود، بعد اینقدر اون برنامه یک ساعت مسخره بود، چون تلفنام ست شد ستاب شده بود، یعنی فقط موافقین رو راب دادن و بازی دادن، که اینقدر افتضاح بود که کورم نابینا هم نگاه میکرد میفهمید چه افتضاحیه. بعد اون ابله اینو آورد یه خورده اونجا گندش کرد، که البته بعدن ظاهرن مثل که حالا یا آقا مراد یا رئیس بزرگ در اتاوا یک پس گردنی به این گنده زنه، آقا دیوانه یا آشغال چی بود آوردی؟ تو که آوردی آبرو حیثیت بردی که بعد دیگه بازیش ندادن. ولی اگر یه ابلهی مثل اون مردی که پیدا نشه، اون آقایی که از کمالاتم متاسفانه محرومه، این انتر بوزیده رو نیاره که جای دوست دشمن نشون بده، مردم برای شورا بکشن همون عرازله طرفدار خودش، وقت جرأت نمیکنی همچین نجاستی رو بخوره بیاد راجع به یکی از بزرگان میهن من اینجور بد و بیراه بگه. دیدیم یه نامه انتشار داده، این نامه همسر سابق استاد شجریانه، مرد که ابله، اون زن درود بر او باد، اون بانویی که زن اول آقای شجریان بوده، حتما بانویی هست و بوده که در کلاس سطح و کلاسی بوده که با استاد شجریان بر حالا به یه دلیلی از هم نخواستن با هم زندگی کنن، که اون زن نمیاد که راجب شوهر سابقش که پدر بچه هاش بد بگه، گوساله تو میای اینو میسازی و میخوای به خورد مردم بدی. مردم آگاه باشید، دوستان و دشمنان میهن و مردمتون رو بشناسید. مردک مزدور مفلوک، تو اصلا چجوری داستانت؟ از کجا میخوری؟ بعد یکی دوستان یه حرف جالبی میزد، میگفت این با این یه وجب قدش و سنش این همه اطلاعات از کجا میاره؟ گفتم وزارت اطلاعات در اختیارش میذاره. وقتی همچین کسانی رو هایر میکنن، استخدام میکنن، خب هم از نظر مالی کمکشون میکنن، هم از نظر اطلاعاتی، تمام آرشیوها دست اوناست، راحت میدن دستش. ما پیزوری هستیم که باید بریم این ور اون ور بچرخیم چهار تا خبر پیدا کنیم، اونا منبع اطلاعات دستشون. خجالت بکش، شرم کن، از مردمت شرم کن. میدونیم که مزدور رژیم هستی، شرم کن. این نون که خوردن نداره که، زهر مار بخوری به جای این نون، نون مزدوری یه رژیم کثیفی که دستش به خون میلیون ها انسان آلوده است. بدبخت بیچاره. گفتیم براتون که در این طول گردش عید به قول معروف یه سه تا مهمونی بود در هرات، یکی در چهارشنبه سوری، یکی در شب عید و یکی هم سیزده به در. در اون ماجرای چهارشنبه سوری که ما هم رفتیم شرکت کردیم با این
سردبیر سابقمون آقای رحیمیان صحبت میکردیم به گوشه سالن و دیدیم یه درد دلی کرد که آقا به این مردم گفتیم که بالا غیرتن حالا بچه هاتون رو بیارین قدمتون سر چشم ما. به هر حال میدونیم بسیاری از هموطنان کسی رو ندارن بچه هاشون رو میگردن، ولی لطف کنید کالسکه دیگه نیارین، چون سالن جا نداره شما بچه نازنینتون رو با کالسکه بیارین، بغل کنید بیارین، قدمتون هم سر چشم. بعد دیدیم کنار راه رو همینجور مثل جایی که رولز رویس ها پارک میکنن وفور کالسکه است. گفت نگاه کن ببین همه کالسکه رو بردن، انقدر زیاد بود که دیگه جا نبود. گفتیم هموطنهای من و تو هم دیگه گوش که نمی کنن. به حال ببینید گاهی اگر یک کج کرد گیاهی رو اینجا عنوان میکنیم نه دشمنی با کسی داریم، میخوایم فقط توجه کنید، از این جوامع مترقی یاد بگیریم، ببینیم اینا چجور زندگی میکنن، چجور برخورد میکنن. باز در روز 13 بدر خیلی جالب بود، ما یه گوشه نشسته بودیم، دیدیم یه آقای هموطنی اومد قربان سلام عرض میکنم جناب رحیمیان، تبریک عرض میکنم. ما دست دادیم بهش گفتیم که آقا اولا تبریک برای چی، بعدم ببین داداش ما رحیمیان نیستیم، رحیمیان اونجا و آقای رحیمیان اونجاست اون گوشه سالن، ایشون تشریف داره برو پیشش. گفتم حالا چرا تبریک میگی، حالا به ما که ما نه ما رحیمیان نیستیم، رحیمیان اونجاست ولی تبریک برای چی؟ گفت آقا باعث افتخار مایی. گفتیم چجوری آقای رحیمیان باعث افتخار شده؟ آقا مگه نمیدونی؟ گفتیم نه والله ما بچه دهیم تا زر را رسیدیم. گفت ایشون به عنوان کاندیدای سنای کانادا برگزیده شدن اخیرا. به یه دوستی که کنار دستمون نشسته بود گفتیم ببین باز رحیمیان چه کلکی سوار کرده، حتی خودمون حرف زدیم گفتیم احتمالاً یه دروغ 13 از این کارا میکنه، یه سالم در 13 به در ما رو کشته بود، دروغ 13 ش این بود که خراسانی رو کشتن. گفتیم آره اینجوری میتونه باشه. بعد گفتیم آره داداش اونجاست آقای رحیمیان، برو بهش میخوای تبریک بگو. بعد اومدیم دیدیم درست حد زدیم، توی یک پیوند ایشون به عنوان دروغ 13 نوشته که رحیمیان شده کاندیدای عرض میشود سنای کانادا. بعد با خودمون گفتیم واقعا چقدر مردم گاهی بی‌توجهند. بریم آقا رحیمیان ماشاءالله جوون خوشگل با از با انبوهی از ریش و مو، ما پیر مرد مفروب کوتاه با سر کچل، آخر رحیمیان با چطوری با ما اشتباه میگیری؟ بعد به خود رحیمیان گفتیم گفت آره آقا از این طرف زنگ زده بود که آقا باعث افتخار مایی تو. گفتم آقا چجوریه؟ گفت تو کاندید. گفتم آقا نه اون جوک بوده، اون شوخی 13 به در بوده، شوخی اول آوریل بوده. میگفت بری با این که اینو گفتیم گفت به هم فرق نمیکنه، بازم افتخار مایی که باعث افتخار مایی که نه شدی کاندیدای سنای کانادا. مردمن دیگه یه چیزی باز یه صحنه حالا حرف تو حرف پیش میاد، اینو براتون بگیم. عرض میشه که دیروز بود پریروز بود یه برنامه رو نگاه میکنیم، یه آقای دکتری هست در یکی این تلویزیون ها، مرد خیلی محترمیه، ما به این دکترایی که میان در این تلویزیون ها و به مردم کمک میکنن خیلی احترام میذاریم، یعنی واقعا حالا دکتر ممکنه قصدش همین باشه مریضم جذب کنه، ولی به هر حال کمکی به مردم میکنه دیگه، تا این قدرشی که میشه ازش تشکر کرد. ببخشید کرسیمون رو بخورید. آقای دکتر مثلا از یک تا دو برنامه داشت و صحبتشو با مردم کرد و تموم شد و یه برنامه دیگه شروع شد، یه رو 20 دقیقه که گذشت خانم اومد زنگ زد آقای دکتر من میخوام با آقای دکتر فلانی. یارو مونده بود که خانم دکتر که رفت تموم شد، الان بحث چیز دیگه ایست، بحث سیاسیه، بحث پزشکی تموم شد، آقای دکتر تعطیل کرد رفت الان به خونش هم رسید.
اون هموطن من اصلا توجه نمی کنه که بابا اون برنامه تموم شده دیگه، دکتر نیست. یه خورده باید در مورد این مسائل دقت بیشتری داشته باشیم. مثل خود ما الان براتون بگیم، ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم، ما که تافته جدا بافته نیستیم. داشتیم یه چیزی رو تبرق میکردیم، حالا نمیدونیم فیسبوک بود کجا بود، دیدیم یه مقاله از همین دوست عزیزمون دکتر عطا انصاری هست تحت عنوان شپش سبز. گفتیم این پیرمرد بدجنس بازی شیطنت کرده. با خودمون گفتیم دکتر عطا که اهل سیاست نیست، کارش کار پزشکیه، چجوری گیر داده به اصلاح طلبان و به جای جنبش سبز نوشته شپش سبز. مقاله رو که خوندیم بعد به اشتباه خودمون پی بردیم، دیدیم نه بابا این تپلک این مقالش راجع به شپش سر بوده. مطابق ما به عنوان فساد اخلاق و بیتوجهی شپش سر رو شپش سبز دیدیم و فکر کردیم که دکتر داره یه تیپا میزنه به این اصلاح طلبان محترم. اشتباه ما بود. میخوایم ادبیات دیپلماتیک یادتون بدیم به روش جمهوری اسلامی. البته جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی، هی یادمون میره سارقستان، سارقستان شکنجوی اعدامی، یعنی همون ایران سابق. روزنامه کیهان خطاب با آقای جانکری نوشته، کلا کلا گوش بدید خیلی جالبه این لفظ دیپلماتیک ها، روزنامه رسمی حالا کثیرال انتشار، حالا یه زمانی کثیرال انتشار بود، حالا شده قلیلال انتشار. مردم چرا میخرند؟ برای اینکه احتمالاً زیر پا بندازن از هموم میان پاشونو خوش کنند، یا احیاناً حالا در استفاده های دیگه. روزنامه کیهان خطاب به جانکری گفته خریتی که تو کردی خود خر هم در طول تاریخ زندگی خود نکرده. منظورمون به لفظ یک روزنامه یک کشوری است نسبت به وزیر امور خارجه یه ابرقدرت. دیگه خودت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب دیدیم که به ناسلامتی رژیم ناشریف حاکم بر سارقستان شکنجوی اعدامی یعنی ایران سابق اومد دیگه، حالا بعد از سپاه و بسیج ارتش میهن ما رو هم درگیر مسائل سوریه کرد. شنیدید که محسن قیتاسلو عضو تیپ 65 تکاوران نیروی زمینی ارتش ایران، که خب ایران منظور یعنی همون جمهوری اسلام، که بهش نوحت میگن، در سوریه به شهادت رسید. البته این شهدا 4 تا بودن که فقط این آقای قیتاسلو رو دیروز اعلام کردند و امروز دیدیم که در اخبار صبح اون سه تا دیگر هم تفلک ها سرتیپ و سرهنگ و سرمان بودن، اونا هم اسمشون رو اعلام کردن. یعنی ارتش میهن ما رو هم آلوده کردن. خیلی جالبه، میگه ما اونجا جنگ نمی کنن افراده، حالا چه سپاه چه ارتش چه بسیج، میرن فقط نظر مستشاری بدن و بعدم حفاظت از حرم بی بی زینب. سوال اینه چقدر آخه مستشار لازمه؟ بعدم مستشار که معمولا آدمای مهم، آدمایی که دانشی دارن برای داستان مستشاری میرن جایی که میدون جنگ نیستن که کشته بشن، حتما یه جایی ازشون محافظت میشه، یه جایی در بیرون جبهه هستن. بعدم این بی بی زینب چقدر محافظ لازم داره؟ خود آن بی بی احتمالا با اون قدرت یداللهی و الهی که داره باید بتونه از خودش حفاظت کنه. چقدر جوانای مملکت باید برن برای بی بی کشته بشن؟ نمیدونیم دارن چه فاجعه ای، یعنی میخوان ایران هم میخوان شما تبدیل به سوریه کنید. خدا بیامرز مرحوم آریامهر رو. آریامهر بیچاره یه قسمتی ارتش رو فرستاد زفار،
اونم اون ارتشو با اون تجهیزات و اون پشتیبانی و اون عواکس میگفتن چه میگفتن، با اون مردان زبده که یه موشون به تن این ارازال و اوباشی که الان درجه های تشتکیه سرلشکر تیمساری روشونه دارن نیست، همه تحصیل کرده دانشگاه های مهم. بعد چقدر اون خرابیاموز فوش خورد که چرا ارتش را همین آخونده ها همین مذهبی ها که ارتش را فرستاده در جنگ زفار، وقت اینا الان چند مدته تازه اونم یه جنگ محدود بود و اونم ظاهرن موفقیت ها اینجا کسب کردن و یه حالا علا حضرت حرف های سیاسی هم داشت بهش رسید و حالا چجور بود. آره پس چرا با اون فوش میدادید؟ اگه این رفتن در دخالت در کشورهای دیگه دخالت نظامی خوبه، چرا پس به اون خورا بیا مرز فوش میدادید؟ اگر بد بود چرا خودتون رفتید؟ عرض میشه که این هفته هزار تا فاتحه می از صلوات، فاتحه می از صلوات یعنی فاتحه با صلوات هر دو با هم، یعنی یه فاتحه و صلوات، هم فاتحه بخونی هم صلوات بخونی. به هر حال هزار تا فاتحه می از صلوات نثار روح پرفتوح حضرت امام راحل پرانتز جیم پرانتز بسته کرد. من حتما سوال میکنی چرا؟ میگید باز خراسانی چی شده که تو فاتحه می از صلوات نزد حضرت امام کردی؟ والا یه چیزی دیدیم، یه خبری دیدیم که این باعث شد که این فاتحه رو بخونیم. خبر رو توجه کنید به گزارش سایت خبری خلیج تایمز. هفته گذشته دادگاه عالی بنگلادش بررسی لغو دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور را آغاز کرده است. در بنگلادش ها نه سوئد و ارزش سوئیس و آمریکا و فرانسه و انگلیس، نه نه در بنگلادش، یعنی در کشوری که اگه یه داستانی راجع به اسلام بگی بعضی مردمش ممکنه بخورنت، درستا اونجا در اونجا دادگاه عالیش داره دین اسلام رو به عنوان دین رسمی از قانون اساسی پس میکنه. علتش هم اینجور که اعلام کردن اینه که یه چیزی هست به نام جماعت المجاهدین البنگلادش و انصار البنگال. اینا در چند ماه اخیر 7 مورد کارهای تروریستی در بنگلادش کردن و بنگلادشی ها با همه حالا هرچی که شما راجع به مردمی هستن که نمیخوایم به ملتی توهین کنیم، در سطح خودمونن، حالا یا یه اپسیلون پایین تر یا یه متر بالاتر، اونجا بزرگان مملکتش فهمیدن فاجعه ریشش عمقش در کجاست و یه همچی اقدام کردن. گفتیم حضرت امام ازت سپاسگزاریم چه تو لطفی کردی و چه آبر و حیثیتی از اسلام و تشیع بردی که حالا کار در بنگلادش هم به این رسیده که بتونن سکولارهاش دست به یه همچین کاری بزنن و بیان حالا حداقل ریشه اسلام از قانون اساسی و به عنوان دین رسمی بکنن. که حالا بقیهش گفتیم در چنین کشوری بگنم حالا در حالا کشور پیشرفته بود داستان فرق میکرد. یه دو تا مطلب رو براتون توضیح بدیم. یکی این که اگر گاهی در پخش بعضی از برنامه های میهن تیوی اینو یه بار دیگه هم گفتیم اشکالی میبینید، ها اگه به سعید قر بزنیم که میگه بیپولیه، اصلا میدونیم دیگه نیاز به گفتن نیست، ولی جدی مقدارم به علت این که شاید بار روی این کامپیوتر زیاد میشه و نمیکشه و یه مقدار افت میکنه. به هر حال حالا راجع به برنامه دیگران اگر مشکل پیش اومد تو یوتیوب میتونید بعداً برنامه رو کاملش رو ببینید، چون تو یوتیوب دیگه این مشکلات نیست و کامل پخش میشه. حالا برنامه ما هم اگر یه دوشو ندیدید که بگیم چیزی هم از دست ندادید، به قول بعضی رفقا میگفتن حالا همچی گفتیم چی مهمم نیست، ولی به هر حال اونجا میتونید بعد از اتمام برنامه 3-4 ساعت بعد همه برنامه ها رو سعید میذاره روی یوتیوب اونجا ببینید.
یکی هم لازم میبینیم، با اینکه میدونیم این دوست محترممون از ما باز عصبانی میشه، یه زنگ میذاره دوتا ممکنه که با ما دعوا هم بکنه، اشکال نداره. این کراواتی که به گردن ما میبینید با چند تا دیگه، اینا کراواتایی است که دوست خوبمون آقای ناصر امینی، دکتر ناصر امینی از پاریس برای ما فرستاده. ببینید ما هم کراوات دیپلمات ها زده خوشبختانه از دنیا نمیریم. یعنی اگر خودمون نتونستیم دیپلمات و ژورنالیست برجسته زمان اعلیحضرت باشیم، حداقل کراواتش به ما از طریق لطفی که امینی نازنین به ما کرده به ما رسیده، که دمت گرم و درود بر تو امینی نازنینم. بسیار خوب. والا هفته گذشته جمعه بود، شاید حالا درست یادمون نیست، این حالا دوست جدید و آشنای ما شاید بگیم. خب با این آقا که از سالها از طریق تلویزیون آشنا بودیم، ولی اخیرا گفتیم یه 5 دقیقه هم یه بار باش تلفنی صحبت کردیم. منظورمون آقای شهرام همایونه. باز یه برگ برنده زمین زد و یه شاهکاری کرد از نظر ما. راشاد میگیم شهرام همایون، گفتیم بهتون یه سری شیعه خیلی مؤمن داره، ما بهشون میگیم شیعیان شهرام، یه سری هم دشمن خونی، شاید اون دشمن ها خوششون نیاد، ولی به حال یه کار مهم میکرد در حقیقت. حالا میگیم چرا. اولا جبرئیل هم ناظر شد، میوه بهشتی ظاهر کرد، حالا میوه رو استفاده کنیم ادامه بدیم. آقای شهرام همایون در برنامه ای که در هفته گذشته شاید جمعه بود گفت انجام داد، مصاحبه ای داشت با اعلی حضرت همایون شاهنشاه سعید شمیرانی. تعجب نکنید، ایشون شاهنشاه ایران، خودش مدعیه. با گوش خودمون شنیدیم، یارو میمد که رو خطش وقتی برنامه داشت، آقای شمیرانی ما بالاخره اعلی حضرت رضا شاه دوم رو داریم. بله ایشون هستن، ولی ایشون سمبولن، شما نمایندگان خودتون رو انتخاب کنید. بالاخره بعدم دو سه بار علنا گفت آقا من یک آدم خرج کردم، من چقدر وقت تلف کردم، مطالعه کردم، مهمونی دادم، یعنی کش هیچی راه توقع داره. آره البته ایشون برای شاه شاهنشاهی میزنه. حالا اجازه بدید ما، شما چرا حسودی میکنید؟ بهش میگیم شاهنشاه سعید شمیرانی. ما میگیم دیگه، میگن مولا حسدین رفت پیش حاکم بحق، حاکم به تعداد پیغمبران 124,000 تا دستور بده 124,000 دینار به من بدن. حاکم یه نگاهی کرد گفت خب تو نام ببر این پیغمبرانو، در ازای هر کدومش میگم یه دینار بهت بدن. اینم گفتش که خب محمد صلی الله، نوح، ابراهیم، عیسی، موسی، شعیب، یعقوب، الان کم آورد، دید که 7-8 تا بیشتر نشد، 10 تا بیشتر نشد، گفت شداد، فرعون، نمرود. حاکم گفت مالا اینایی که آخر سر نام بردی اینا که پیغمبر نبودن. و حضرت حاکم اینا ادعای خدایی میکردن، شما حالا به پیغمبری هم قبولشون نداری؟ حالا ایشون خب ادعای شاهی کرده، حالا حداقل به نمایندگی قبولش کنید دیگه، نماینده ملت ایران. البته منظورش همونی که شاه بشه. بگذاریم والا شرم همایون در این برنامه بیرونرواسی بهتون بگیم، هم به شما میگیم بیننده ها و شنونده، هم خب به خود آقا شهرام. یکی از اون درخواستای قدیمی ما، آرزوهای قدیمی ما رو برآورده کرد. حالا توضیح میدیم کدوم آرزوهم بوده و چی بوده. کسانی که با این تلویزیون های عرض میشود ماهواره‌ای و این مقولات آشنا هستند، داستان یه شخصی، بهتره بگیم یه بلهی، یه ابلهی به نام آقای دکتر فتح‌الله خالقی یزدی،
آشنا هستید دیگه، که ملقب بود به حخا. ایشون یه روزی در 15 سال در 12 سال پیش ناگهان در یکی از این تلویزیون‌ها ظهور کرد با این ایده که من با 50 تا هواپیما دارم میرم ایران، ایران رو آزاد کنم. طبق معمول سنواتی بسیاری از این هموطنان ما بهش ایمان آوردن، ولی ما به عنوان همون فساد اخلاق که شما میدونید در ما سراغ دارید، از روز اول باش مخالفت کردیم. همون موقع یک مقاله مفصل با 30-40 بیت شعر در حجمش نوشتیم که داریم، حالا باید تو این آرشیو اگه لازم شد روشو زیاد کرد یه بار بیاریم بخونیم براتون، و توی پیوند چاپ کردیم که هم دیدن، و بعدن هم با زبدی و زرنگی میرفتیم رو بعد این خطای تلفن، حالا یا همش رو یا چند بیتش رو میخوندیم و جای شما خالی چقدر خوشم بردیم از این امت، از این ملت که آقا خجالت بکش تو با آقای حقار توحید میکنی، این اومده ایران رو آزاد کنه، حتما تو مأمور جمهوری اسلامی هستی که با این مخالفی. البته در اون روزهای اول بعضی از فرهیختگان جامعه، بزرگان جامعه هم طرفدار این شدن و بعضی هم مخالف، مثلا از جمله آقای مشیری، همین شهرام همایون خودمون، آقای دکتر جلیل بهار و همین سعید بهبانی خودمون، اینا مخالف و زیاد آبای اینا مخالفش بودن و اینجا اونجا راجبش حرف می زدن. اگه برنامه داشتن بهش اعتراض میکنه، آقا چرا مهمل میگی، مزخرف میشی، میگی مگه با 50 تا هواپیما میشه تو پاش بری ایران، ولی میگفت. البته تو همه این مخالفین درود بر سعید، چون یه امتیاز برای سعید قائلیم. حالا اونا تو تلویزیونای خودشون و تو تریبونای خودشون حرف میزدن، سعید تو همون تلویزیونی که ایشون رو پروموت میکرد حرف میزد، در حالی که اون دستگاه تلویزیون این آقای حقا رو آورده بود و تبلیغش میکرد و بهش برنامه میداد، سعید همونجا اینو میزد. و باز اجازه بدید بگیم درود بر اون صاحب تلویزیون که او هم یه جوری به هر حال سعید رو تحمل میکرد. با توجه به این که سعید علنن میشست با یه برنامه گذار دیگهی با این ابله مخالفت میکرد، صاحب تلویزیون هم کاری به کار سعید نداشت. حال نمیدونیم اینا به حساب دموکرات بودن صاحب اون تلویزیون بذاریم یا به حساب بچه پررو بودن این رفیق خودمون، برحال یه همچه واقعیتی بود. اما از طرف دیگری هم حالا این عده که مخالفونن خب فوش خودشون رو میخوردن، یه عده رفتن به این آقا ایمان رو بردن، مثل عرض میشود لاری کینگ که میشناسید، آقای لاری کینگ خودمون، مثل مرحوم رضا فاضلی، مثل مرحوم اسلانی، مرحوم طاهر ممتاز که متاسفانه همه اینا فوت کردن، همین اعلیحضرت سعید شمیرانی و چندان دیگر، حالا یا به طمع مال و منال بود یا جاه و مقام یا بلاحت دیگه، یعنی فکر میکردن، فکر کنید وقتی یه جلسه در یک جایی بود و یکی از این بزرگان جناب لاری کینگ تو راه ماشینش پنچر شده بود، زنگ زده بود آقا صبر کنید دارن میام، فکر کرده بود الان اونجا اگه پلوها رو میخورن ایشون عقب میمونه. یا مرحوم رضا فاضلی، حالا با اون فضیلتی که او داشت بلند شده بود رفته واشنگتن ببینه چه خبره. این آدم، این آقای فتح الله خالقی یزدی، والا نه سواد و معلومات و فارسی البته داشت، نه ادبیات فارسی میدونست و نه همچین عقل و شعور درست حسابی. البته بگیم ها، برای اینکه بی انصافی نمیخوایم بکنیم، زبان انگلیسی میدونست، احتمالاً فرانسه یا یکی از دیگر از زبانهای اروپایی رو میدونست، در ضمن 100% یک پرمیت خلبانی این هواپیماهایی مثل سسنا 182 یا سسنا 172 یا پایپر رو داشت، یعنی هواپیماهای کوچولوی یه موتوره، ولی وقتی پای صحبتش میشستی صحبت از این میکرد که صاحب یک
شرکت هواپیمایی مثلا مثل لوفتانزا یا یه چیزی شبیه پن امریکن بوده مثلا در اروپا، این توصیه ها هم میمد. ولی یه زرنگی خاصی که داشت دو ست کار خیلی جالب کرده بود. یکی که اومده بود چند تا کلمه فارسی سره یاد گرفته بود، مثل مثلا مهرورزی، مهرورزی کنید، یا اسمشو اول همه ترجمه کرده بود به جای فتح‌الله خالق یزدی و اهورا پیروز خالق یزدی، جای فتح‌الله یعنی پیروزی خدا، خب اهورا پیروز گذاشته بود. بعد یا مثلا به جای خسته نباشید میگفت پرتوان باشید، که حالا این شاهنشاه همون کرمه رو اون جمله رو به کار میبره. هر کی میگه آقای دکتر خسته، بعد دکتر شده بود، دکتر آقای میدونید دکتر ما زیاد داریم، دکتر اهورا پیروز قادق یزدی یه چیزی مثل دکتر احمدی نژاد یا دکتر کردان یا دکتر فلانی، اون یارو بود که در عرض میشود لس آنجلس شیپیشو با سات مینوشت، سوسکو با سات مینوشت، سه تا نقطه روش میذاشت، آقای دکتر شده بود. بگذارید، به ما بعضی میگن خاک بر سرت، تو چرا نرفتی دکتر بشی؟ آخه $200 میدادی، میدن یه جایی بود یا مؤمنی $200 میدادی دکترا میداد. گفتیم بابا هر دکتر بودن اینا که دکتر همه عدکیه، ولی به قیافش میاد، به قیافه ما که نمیاد، ما چی بگیم دکتر؟ عرض به حضورتون. بعد یه چیزی من دره بردی خودش دره بود، حقایی، حقایی بودن. یه چیزی شنیده که یه سلسله هخامنشی بودن، حالا مثلا کوروش بزرگی بوده، داریوش بوده، فلان بوده. بعد این فکر میگرد اون هخا مثلا یه چیزی مثل فر ایزدیه، حالا کسی که هخامنشی باشه فر ایزدی داره، یه همچین تصور. ولی به هر حال 100% یه کسانی بودن اینا رو یادش داده بودن و اینا رو بار مردم میکرد. بیشتر تک کلامش این بود ایدون باد، ایدون ترک باد، یه کلمه فارسی سره رو پیدا کرده بود، بهش گفته بودن معنیش اینه، اونم به کار میبرد بدونه که. بعد یه زبری دیگه هم که کرده بود، بهش گفته بودن آقا این مردم خرافاتی هن، یه امام زمان لازم دارن، یه شفا دهنده لازم دارن. رفته بود تو کار معالجه، شبا دیر وقت میدیدیم گاهی میشست مردم میان آقای دکتر من مثلا بواسیر دارم، من سر یه خانمی باور کنید اومده بود آقای دکتر من سرطان، و سرطان تو چی میدونی؟ شب بعد از ساعت 12 برو تو خودت به سرطان بگو برو بیرون، سرطانه میره. آقای دکتر میشه؟ گو آره، اصلا مریضی معنی نداره، من در تمام عمرم هیچگاه مریض نشدم، هر موقع احساس کنم مریضی داره میاد میرم تو خودم میگم برو بیرون، میره. در حالی که بعدن رفیقی تعریف میکرد، گفت یه شب یه جا مهمون بوده این مفلوک، بعد اون خانوم خانه‌دار، خانوم میزبان، وقتی طبق رسم زنای ایرانی وقتی مهمونی تموم میشه یه ظرف پلو قرمه سبزی هم میده دست آقای دکتر، ایشون هم میاره میذاره پشت ماشین، یادش میره گرمم بوده فاسد میشه. بعد اونا رو خورده بود به ترتر افتاده بود، میگفت چند روز تو بیمارستان بود. گفتیم بعد چه دو شد تو که قرار بود بگی اسهالم مثلا بره بدنت بیرون، اینا این دوست تعریف میگه بود چند روز تو بیمارستان بود. مردم میمدن سوال میکنن آقای دکتر آخه چجوری با 50 تا هواپیما میشه رفت ایران؟ گفت میشه اشکال نمیفهمی. بعد یه شب هم یه آمریکایی رو آورده بود، میگفت این متخصص هواپیمایی، ببینید اینم میگه میشه. یارو هم سغرا کبرا چین که بله میشه رفته. و آقا ما با مردم میگفتیم آقا مردم هواپیما مال ابرقدرت جهانم که باشه وقتی بخواد در روی بورکینافاسو رد شه باید قبلا اجازه بگیره، نمیشه 50 تا هواپیما بی پرمیت وارد خاک ایران بشن، همون لحظه اول اینا رو میزنن. نه میتونن بزنن که. بعد میگفت ما میریم ایران، یه روزم تعیین کرده بود میریم ایران، ها ما بریم. گفت آقا آخوندها هستن آستان. گفت آقا و آخوندها ریشان میزنن فرار میکنن، کسی باقی نمیمونه، ما پیروزیم. شد و شد و ایشون هم اعلام کرد که فلان روز من میرم ایران،
در حالی که همه میگفتن آقا نمیشه، همچین چیزی عملی نیست، همونطور که پیش بینی میکردیم اون روزم گذشت و ایشون هم ایران نرفت و یه چند روزی تلویزیونم دیگه اسمی از این آقا نیاورد و ما پیش خودمون فکر میکردیم این مرد با توجه به اینکه صراحتاً به مردم گفته من میام ایران و جا زده نرفته، حتما دیگه خفه میشه میره یه گوشه ای صداش در نمیاد. آقا 7-8 روزی از این داستان نگذشت دیدیم با دوباره ظاهر شد. بعد مردم میگن آقای دکتر گفت نه من گفته بودم به شرطی که شما بیایید، شما نیومدید، خب منم نه. ای مرد قرار بود تو بری، تو رفتی که مردم نیومدن. خیلی برامون جالب بود چطور یکی میتونه اینقدر پررو باشه و این مردم چقدر خوشباور و ساده که یارو رو دوباره قبول میکنن. گفت نه اون که نشد، حالا یه بار دیگه و دوباره وقت تعیین کرد و دوباره برنامه ریخت و که در روز صبح روز 10 فلان میریم ایران و ایران آزاد میکنیم و آخوندها ریشاشون رو میبنن. در اینجا این آقای شاهنشاه آریامهر نه شاهنشاه سعید شمیرانی هم قاطی بازی شد و عاشق آقای دکتر شد و حالا دیگه آقای دکتر ظاهرا اینجور که میگفتن یک پولی هم براش یه جایی میگن رسید و این بنده خدای صاحب تلویزیون شرق آمریکا واشنگتن هم ول کرد و کلا سر این گذاشت پول ایران نداره رفت کالیفرنیا. اونجا آقای جناب شاهنشاه سعید شمیرانی هم با این قاطی شد و چند تا دیگه مثل گفتیم مرحوم ممتاز و مرحوم فاضلی و کی و کی هم قاطی شدن. و حالا البته این همه گناه رو انداخت اون روز گردن فاضلی. معمولا رسم ماست از مرده، از متوفا یاد میکنیم که حق دفاع یعنی نتونن خودشم دفاع کنه، میگه من نبودم، فاضلی گفت من رفتم، ولی خودش بود. اونجا هم دوباره نشستن و عرض میشود که تبلیغ کردن و شبا همین آقای شاهنشاه سعید شمیرانی میمد و یادمونه یه شب اومد قرار بود آقای حقا بره آقا سعید جاش بشینه. بعد حقا عادت داشت دستاشو اینجوری میکرد. بعد یهو شمیرانی گفت ببینید مردم اصلا چه کار میکنه دستاشو اینجوری میذاره، حتی منم نمیتونم اینجوری دستامو بگردارم. ملاحت رفیقه ما رو میبینید. میخواییم آقای شاهنشاه سعید شمیرانی میگیم این بار بد جایی افتادی، گیر بد کسی افتادی، میرفتی با یه پپهی ابلهی مصاحبه میکردی اینجور گند کارت رو در نیارد. شهرام واقعا پنبت رو زد. حالا نمیخوام بگیم فرود کرد تو چی دره دوست، نه، ولی یه چیزی هم میخوام به این شاهنشاه بگیم، اون چه طرز نشستن بود، چون اینجوری مثل آدم جلو دوربین مؤدب نشسته بودی، اون رسمش نیست، تو با اون پله بودید اینجوری یکتی باید نشستی پای تلویزیون. شاید هم برق شهرام گرفته بودت، شاید. به هر حال آقای همایون بهش میگه آقا تو در این ماجرای آقای خالقی، من نبودم. آقا تو بودی اونجا نشستی، من دیدم، خود ما دیدیم. آقای شاهنشاه یادت صبح روز 10 صبح همه اون آقایون خدا رحمت کنه همشون نشسته بودن، دست زدید، هورا کشیدید، کانتان کردید، شماره معکوس از 3 ماه قبل شمردید تو صفحه تلویزیون ریخ. الان مردم میریزن تو، هیچکی نیومد بیرون، یه جزء تعداد اندکی. بعد شهرام هم گفت این یه جوری سغرا کبرا چین جمعش کرد، چون شهرام بهش گفت یادت ما اون صحنه یادمونه که یارو از جنوب زنگ زده بود آقا ما این آقای رفسنجانی داره در میره، دوم هواپیماشو گرفتیم چیکار کنیم، اون نگرش دار ما میاییم. و سعی میکرد از دست شهرام در بره، ولی شهرام مچو گرفت در بسیار جاها. بار دومم که ما حرس میزدیم، همه حرس میزدن، نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. این آقای دکتر دیگه این بار فکر میکردیم دیگه بار دوم نباید حقا دوباره برگرده، باز با کمال پررویی برگشت.
و جالبه فکر میکردیم آقای شمیرانی حالا اون عقل نداره، تو دیگه نباید دوباره میمدی. آقا دوباره اومد، مدعی مردمم شد. 7-8 روزی نگذشته بود دیدیم باز توی تلویزیون ظاهر شده شعار میده. بعد اینجا جالب بود که مردم میمنن آقای شمیرانی تو گفت نه را قطعش میکرد. و این نکته ای که گفتیم درود بر شهرام که یکی از آرزوهای ما رو برآورده کرد همونی بود که این از روزی که داستان حقا با شکست مواجه شد هر کی میبرد رو تلویزیون تا صحبت حقا رو میکرد قطعش میکرد. یعنی شهامت این که حتی خودش دفاع کنه و جواب بده نداشت. و شهرام کسی بود که اینو آورد نشون حداقل، با اینکه اون انقدر بچه پر روی زیر بار نرفت، ولی این آرزوی ما رو جامعه عمل پوشون که بهش گفت آقا تو در داستان اون حقا شریک بودی، برای یه چیزی مطرح میکنه. این روی سخنمون با آقای شهرام همایونه، میگه انقلاب ایران توطئه جهانی بوده. یه سری هم مزخرفات سر هم کرده، یک سری روزنامه های زمان انقلاب و قبل و بعدش آورده، یه مهملاتی بافته که بله این خارجی ها بودن که در ایران انقلاب کردن. از خود شهرام همایون سوال میکنه آقای همایون تو که جورنالیست بودی با تاریخ آشنا ایران آشنا هستی، ببین آیا این حرف ما بی جهت یا درست میگی؟ از روزی که در 1299 مرحوم رضا شاه با کودتا به قدرت رسید و بعد از 4 سال به پادشاهی خودشو پادشاه اعلام کرد، بیا تا بهمن 57 آیا مگر غیر از این بود که مقاومت هایی در گوشه و کنار اون کشور در مقابل این حکومت بود؟ اگه نبود، حالا یا به غلط یا به درست، یا مردمی که حق خودشون میدونستن که با این رژیم مخالفت کنند، یا به قول این سلطنت طلبا به نمک نشناس بودند و اینا. البته باز تاکید میکنیم خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه یه چیزه، این که عده‌ای بودن مخالفت کردن، روزنامه نگاری که دهانشو دوختن اینا دیگه تکراریه، کسی رو که بردن پالان روش گذاشتن آتیش زدن، ماجرای 28 مرداد، ظلمی که به مصدق و فاطمی شد، بگیر داستان جزنی ها، داستان عرض می شود که جنگل، مبارزاتی بود دیگه. یعنی شما می خواهید بگید که این انقلاب فقط حاصل توطئه جهانی بوده؟ یعنی مردم ایران هویج بودن؟ آیا مقاومت ها و مخالفت ها و مبارزات مردم هیچ بوده در مقابل رژیم پهلوی پدر و پسر؟ فقط کارتر و سادات و فلان و بگ نمیدونم اون یارو جیسکاردستان رفتن نشستن ملت ایران رو براش انقلاب کردن. یعنی شما هیچ 2000 کردیت برای مردم خودتون قائل نیستید. اون وقتی اون انقلاب پیروز شد جهان نسبت به مردم ایران به احترام برخاست، با تکریم از ملت ایران یاد کرد که تونست یه حکومت دیکتاتوری رو سرنگون کنه. حالا گرچه بعد اون انقلاب به باد رفت و به دزدی شد و یغما رفت، ولی شما همش توطئه جهانی. مردک تو مزخرف میگی توطئه جهانی. شصت سال مبارزه ملت رو به پوچ میگیره این مرد نادان. حتی کسانی مثل بازرگان و سنجابی که شما حالا پشتشون بد میگید، اونها روزی که بازرگان در اون دارگاه گفت آی آقای دولت، آقای شاه، ما آخرین نسلی هستیم که با شما حرف میزنیم، بعد ما با اسلحه باهاتون مواجه میشن. تمام این مبارزات پوچ، فقط خارجی ها اومدن انقلاب ایران انجام دادن. بعد میگه که به شهرام همایون، من میگه خب بودجه کجا؟ میگه من $1000,000 لازم دارم. آقا هزار میشه 1,000,000، وقتی هزاران هزار باشه میلیون ها میشه. آقای شاهنشاه سعید شمیرانی، مردم بی باورن نسبت به شما، دیگه کمکی نمیکنه. این بدبخت وطنخواه خودش تو اداره تلویزیونی با 40-50 هزار دلار بودجه ماهانه مونده، کجای کاری؟ تو مسائلی که همین چند سال پیش
مرتکب شدی رو تکذیب میکنی، حاضر نیستی جلو مردم اعتراف کنی، از مسئولیت فرار میکنی. درود بر اون بیننده‌ای که اومد رو خط شهرام همایون و یک سوال منطقی گذاشت رو میز، گفت آقای شهرام همایون تو اگه آمپول بخوای بزنی میدی دست من بزنم برا؟ گفت نه. گفت میدی به دکتر یا پرستار؟ آقای شمیرانی تو نه تجربه‌ای در این کار داری، نه تحصیلاتی داری، نه چیزی وارده، مردم رو چرا بازی میدی؟ حیرت انگیز بود وقتی بار دوم که این باز این طرح شکست خوردی آقا اومد نشست اونجا. باور کنید با گوش خودمون شنیدیم، با چشم خودمون دیدیم. آقای شمیرانی دستت به خون جوانان ایرانی آلوده است. وقتی بار دوم، حالا میگی بار اول نبودم، درود بر تو، بار دوم اون مسخره بازی رو راه انداختی، به مردم ایران گفتی بیاین تو خیابون، جوانانی اومدن با لباس سفید تو خیابون و پاسدارا و بسیجیا گرفتن اونها رو زدن، شکنجه کردن، بسیاریش رو کشتن، خون اونها به گردن تو و اون گروهه. خون اونا، خود ما شاهد بودیم، با گوش و چشم خودمون دیدیم و شنیدیم، شنیدیم و دیدیم. از ایران میمدن گریزاری رو خطا، حتی رو خود شمیرانی، خط شمیرانی، که آقا بچه های ما رو چرا به باد دادی قطع شد؟ جواب بده، تو دستت به خون مردم آلوده است آقای شمیرانی، تو دستت به خون مردم آلوده است. حکی من رو خطش موضوع حقا و این که آقا مردم رو بی خود کشوندی قطع، فقط اقدامشون قطع تلفن بیننده است. درود بر همایون که اونو به چالش کشید، گرچه در بسیاری جهام این انقدر رذالت کرد، همایون هم یه جوری سر کرد که، یعنی این سر کرد جواب همایون رو نده، برمیگرده آقا به هر حال بسیاری اشتباه کردن. خب ما هم، آقا سیاستمدار وقتی اشتباه کنه میذاره میره، استعفا میده. یارو رئیس تویوتا 4 ماشینش بعد در اومده بود، اومد استعفا داد، از مردم تا کمر دلاش رو رسخایی کرد. تو ملتی رو به گا دادی و حالا تازه ادعام داری؟ تو جوونا رو ریختی تو خیابون، اونا رو پاسداره گرفتن، بی‌انصاف. توصیه به مردم میکنیم، گول نخورید مردم، دوباره امام تو ماه نبینید، دارن جیبتون رو میزنن، وقتتون رو تلف میکنن، امیدتون رو میخشکونن. به هنچه آدمایی نرید انقدر. یارو اومده رو خط شهرام همایون باعث تأسفه، میگه آقا شهرام همایون من جانم رو فدای آقای شمیرانی میکنم. هموطن من، تو از شمیرانی چه شناختی داری که جان تو فداش میکنی؟ تو همون از اون نسلی هستی که جانش رو فدای امام میکرد، عکس امام رو در ماه دیده بود و موی ایشون رو لای قرآن. غلام کسی نشید. تمام دوستانی که با ما آشنا هستن اینو شهادت میدن، ما زیر هیچ نامه ای رو امضای مخلص شما، چاکر شما، ارادتمند شما نمی کنیم. درود بر شما خراسانی، نشید نوکر کسی نشید، چاکر کسی نشید. همیشه هم با این مبارزه کردیم، طرف نامه میده مخلص، مخلص چرا مخلص منی؟ من کیم که تو مخلص یا نوکر من باشی؟ دست از این فرهنگ منحط بردارید، آقای خودتان باشید. مخلص شما، چاکر شما، زشته تو آدم با اون گندگی مخلص من پیزوری باشی که چی؟ دست از این خوشخدمالی ها برداری، واقعیات رو بگید. ما ده واقعیات رو میگیم که فش و لعنت و بلعنت میکنن ما رو. شهرام همایون ازش میپرسه که آقا این داستان حقا به مردم
لطمه زد یا خدمت کرد؟ میگه 50-50. 50 تا خدمت کرد، 50 تا لطمه زد. آقا همش لطمه زد، اون امید مردم رو خشکوند، آبرو و حیثیت اپوزیسیون کم ملات و کم قوه خارج کشور رو برد، مردم ایران و اپوزیسیون خارج کشور رو مضحکه دست وزارت اطلاعات رژیم کرد که اونجا بشینن فیلم بسازن و مسخره کنن مردم خارج کشور رو. میگه مردم تاریخ رو نمیشناسن. من اومدم مردم، تو کی هستی که مردم رو راهنمایی کنی؟ تو چی بار خودته؟ چرا به فرهیختگان مردم میهن من توهین میکنی؟ تو اصلا رقمی هستی؟ اینقدر تو اون مملکت یلانی هستن که تو پشم کلاشون هم نمیشی. چی هستین شما ها؟ دیدیم سعید بهوانی دوست خوب ما به شرام آبایی توصیه میکرد این آقا رو ببر، این مریض روانیه، ببرش بیمارستان دکتر. حالا این نظر سعیده، ولی ما شما که تخصصی در این کارا نداریم، ما همچین توصیه نمی کنیم به آقای شرام همایون توصیه می کنیم یک نمایشنامه خوب حالا یا خودت بنویس یا بده بنویسن که ایشون شاه باشه تو اون نمایشنامه. نمایشنامه بازی کنه، حالا های عقده شاه بودن رو با خودش به گور نبره، شاه بشه تو اون نمایشنامه یا رهبر بشه، شاید این عهده‌هاش تسکین پیدا کنه. درود بر کسانی مثل فولادوند و کابیانی که جان بر سر این گار گذاشتن. اونا تفتکان تو همین چاله افتادن، دلشون میخواست رهبر بشن. یادمونه فولادوند در آخرین ماهای زندگیش رفته بود جواب ما سسنا اجاره کرده بود تو اروپا، پرواز آزادی در تخیلش داشت که مثل خمینی با هواپیما بره ایران و مورد استقبال مردم قرار بگیره، رژیم رو ثابت کنه. آها اون خمینی داستان دیگری بود، یه ریشه 1400 ساله در ذهن اون مردم داشت و به این وسیله اومد مردم خام کرد و گوزد. بعضی از هموطنان میگن این حقا عامل رژیم بود. نه باور کنید، یعنی این ابلهتر و بیشعورتر و بیعرضه‌تر از این بود که حتی رژیم عامل رژیم بتونه باشه. چرا؟ رژیم بعدن از حرکات این سو استفاده کرد، آبرو حیثیت مبارزین خارج کشور رو برد، من اون رقمی نبود که رژیم رو اون حساب کنه. رژیم از این داستان شاید از آب گلالود ماهی گرفت برای بردن آبروی اپوزیسیون. برای آقای شمیرانی برو یک کار شرافتمندانه مثل بسیاری از هممیهنانت بریز اون روزنامه ها و اون آتشکالا و توطئه جهانی و اون مزخرفات و دور، برو یک کار شرافتمندانه. حالا اگه تحصیلاتی داری یه کار در مناسب با تحصیلاتت نداری، تو این مملکت هزاران از میلیون ها از هموطنانت، با کار شرافتمندانه مثل پیزا دلیوری، تاکسی رونی، نمیدونم کار در کارخونه، برو یه کار شرافتمندانه. کلا گذاشتن سر مردم که نشد کار. اولم با کمال تأسف حالا بذار اینم بگیم دیگه سلطنت در ایران اونچنان جایگاهی نداره برادر، به حرف چهار نفر که مزخرف بهت میگن از قول مردم، تو چجوری خودتو نماینده مردم میدونی؟ نمایندتون رو انتخاب کنی، تو چی کاره هستن یا که نماینده مردم باشی؟ برادر همینجا بهت بگیم اگر نماینده 79 میلیون و نمیدونم 999,999 نفر از اون مردم باشی هم چیز ما نیستی، نمانده ما نیستی، ما یکی. و
بعدم ببین آقای شمیرانی، اگه یک روز از عمر من ببونه و در اون مملکت اتفاقی بیفته، یه حکومت ملی سر کار بیاد و دادگاه‌های ملی تشکیل بشه، تمام هست و نیستم و میذارم که تو رو به دادگاه بکشم و به جرم خیانت به مردم و دادن بهترین جوانهای مردم دست رژیم و پاسدار و بسیجی در اون ماجرای بیاین تو خیابون با لباس سفید، میکشمت به دادگاه. البته تو هستی و یه جانور دیگه ای که در لس آنجلس، اونم یه همچین خیانتی به مردم کرده که یه بارم به قد گفتون. شماها مردم باید بکشن به دادگاه محاکمتون کنن به دلیل اینکه حالا بگیم به علت بلاهت مردم رو به باد دادیم، نمیخواد بگیم خیانت کردیم. خجالت نمی کشید؟ چه جواب مردم رو نمی دید؟ این بنگاه همیاری ملی و جناب رئیس بزرگ، گوش بدید مردم به اینایی که بهتون میگیم. والا ما هیچ نفع و ضرری نداریم، ما فقط به خاطر شما میگیم گول این اراذل رو نخورید. این اساس گذاشته بر کمک مردم. شیعیان خودش میان بهش میگن آقا آگهی بگیر، دکتر بیار، فرش بفروش، طلا بفروش. نه اگه این کارا رو بکنیم که سنگر آریایی نیستیم. اگه دستت پیش مردم دراز باشه سنگر آریایی هستیم. منطقش اینه که اگر که ما دکتر بیاریم و عرض می شود که فرش بفروشم، اینا این صاحبان بیزینس دیگه اجازه نمیدن ما حرفمون رو بزنیم. آقا اون پارس و سایر تلویزیون ها هم فرش می فروشن و طلا می فروشن و عرض می شود که دکتر میارن و وکیل میارن، هم حرفشون رو میزنن. مگه مشکلی نیست با همون باز حرفشون میزنه؟ مگر حسین فرجی نیست؟ دیگران نیستن اونجا حرفشون رو میزنن؟ این دوتا با هم مغایرت نداره. کی به تو میگه دکتری که اینجا مطب داره، اینجا پول میسازه، با ایران چه ارتباطی داره که بگه چون این حرفو زدی؟ چی میگه اصلا؟ دکتری که ایران از ایران که به تو آگهی نمیدن، که آگهی هرچی از تو لس آنجلسه. برو مردم رو راست باش بگو آگهی بهم نمیدن، دکترها به من احمد برنامه نمیخرن، وکیلا نمیخرن، چهارم ابلهی هستم، از روز اول گفتم نمیخرم، نمیدم، اونا نمیان سراغم. برم آگهی احتمالا میگن اونجا یه مافیاییه که دست اون مافیاست، تو رو بازی نمیدن. مسئله جالب، گوش بدید، تو رو حضرت عباس به قول معروف به دو دست بریده آقا شما طرفداران حکومت پادشاهی، گوش بدید، اینا رو ما شاهد عینی بودیم. همین آقای رئیس بنگاه حمایت ملی چند وقت بود چقدر فحش و فضیحت میداد به اعلیحضرت که آقا یه کاری بکن، دولت تر تبعید تشکیل بده، همه اینا رو گفت. دید اعلیحضرت محلش نداشت، حالا یک خوش خفالی میکنه. چرا انقدر دروغی شما؟ چرا انقدر دروغگویی؟ حالا البته دو سه روز بعد وقت بعد عاقبت بسته شده، نمیدونیم چرا. چرا دروغ به مردم میگید؟ اگه اعلیحضرت بد بود که تو خودت میگفتی، چرا حالا خوش خدمتیشو میکنی؟ اگه این که الان میگه اینقدر خوبه، چرا موقع بعد پشت سرش میگفتی؟ اون بدبختم گیر شما افتاده، نمیدونه از نظر شما برقرار جهنمیه یا بهشتی. بعد یه روزنامه نگاری هست برجسته در همین کانال همیاری ملی که ایشون اصلا زمان تولد علا حضرت زشتای دوم توی بیمارستان بوده، تا الان مرتب با خاندان جلیل سلطنت با آریامهر در مسافرت ها بوده و با همین علا حضرت فعلی بوده، با اولیا حضرت شهبانو همیشه بوده. ببینید اومده چی میگه. میگه کی میگه شاهنشاه گفته هر کی دوست نداره عضو رستاخیز حزب رستاخیز بشه 70 دلار بگیره بره؟ اصلا یه حرف نبود. آخه مرد خجالت بکش، این دیگه انقدر موضوع شوره که مرداش رو همه فهمیدنی اصلا در تاریخ هست، همون در مطبوعات اون موقع رسما اعلام شد. چرا دروغ میگی؟
میگه بله، نه این که اصلا نبوده، بعدم شاهنشاه فهمیدن این کار خوب نبوده، بعد دیگه اون یک حزبی رو برداشتن گفتن که حالا همه حزبا باشه. نه آقا، شاهنشاه وقتی از خواب بیدار شدن، یک سال شاید اندکی کمتر قبل از پیروزی انقلاب باشکوهمند اسلامی، که اون تغییر تاریخ رو برگردوندن، اون تک حزبی رو برداشتن، ولی در جایی که احساس قدرت میکردن هم تاریخ رو عوض کردن. خود ما شاهد بودیم، به شرافتمون قسم، بعد از ظهری بود، یه خونه درس خصوصی میدادیم، وارد شدیم، خونه چهار طبقه بود، طبقه اول دیدیم روزنامه افتاده، برداشتیم، میدونستیم مال کیه، بردیم وارد که شدیم دادیم دست آقای مهندس که پدر شاگردمون بود، خانومش هم نشسته بود، خانواده با ثبات، محترم، دکتر و مهندس. نگاه کرد گفت عجب این مرد چه اشتباهی کرد. گفتم مهندس کدوم اشتباهو میگی؟ گفت برداشته تاریخ اسلامی رو عوض کرده، تاریخ شاهنشاهی گذشته، این فاجعه در این مملکت میآفرینه. یارو نه که مذهبی باشه ها، میدونم واسه هم پیاله خودمونم بود، گاهی هم تعارف میکرد یا با ما بشین، همیشه هم خونشون مهمونی بود. اون آدم میگفت این خدا بیامرز، اون موقع که خدا بیامرز نبود، هنوز زنده، عجب اشتباهی کرد. چرا آقای ژورنالیست برجسته، چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم دروغ میگی؟ اعلی حضرتت همونی بود که حضرت القدس بهایانو خراب کرد در حمایت از آخوند، بعد وقت چنگم میخواست مثلا به صورت آخوند بزنه، اون که نمیشه که، یا زنگی زنگ یا رومی رو، حالا تاریخ رو نمیشه عوض کرد که اونجوری که بوده تو بیای عوض کنی یه جور دیگه بنویسی. عرض به حضور محترمتون یک بیننده محترم، ببینید معمولا کسانی که با مردم سر کار دارن، یا حالا مجری برنامه‌های رادیو تلویزیونی هستن یا در نشریات، اینا معمولا سعی میکنن وقتی کسی براشون پیغامی، نامه‌ای، چیزی میده، اون خوشمزه‌هاشو بخونن، اون اعتراضات و ایراداتو نمیخونن. ولی ما به علت فساد اخلاق دیدید همه رو میخونیم و همه رو جواب میدیم. یک بیننده و شنونده اعتراض کرده بود آقا در برنامه قبل تو راضی به این داستان مونتریال که صحبت کردی، یه طرفه به قاضی رفتی، این همه گفتی راضی به بقای مونتریال، رسما اعلام میکنیم تمام کسانی که نام بردیم، ضمن اینکه مسئولیت کامل با ماست، هر حرفی دارن مونتریالیا هم ایمیل ما رو میدونن، هم شماره تلفن ما رو میدونن، میتونن زنگ بزنن به میهن تیوی، زنگ بزنن بیاین رو خط جلوی مردم صحبت کنید، بگید که ما دروغ گفتیم، بگید ما دروغ گفتیم، بیاید بگید که ما بگیم نه دروغ نگفتیم، شاهد داریم، اون صحنه ها رو همه رو شاهد داریم. به هر حال ما همیشه برای جواب حاضریم، چه به خوبا چه به بدا، یعنی نه خوب و بد، اینا نمیشه خوب، به کسانی که مخالفن یا موافق، هم به دشمنانمون هم به شیعیانمون. گفتیم میگه هر کدوم ما یه ده شیعه داریم یه ده مخالف. مهدی عزیز دوستانیست که از خیلی وقت پیش همیشه هر بار یه پیام محبت آمیز داره، نوشته با درود به پیر عزیز و چهار به علاوه یک، طنز در همه دوران ترخترین حقیقت برای استبداد و خائنین به ملت بوده، راست میگه و خواهد بود، از این رو آدم های خشک از طنز وحشت دارند، راهتان همواره پردوام و پیروزی برایتان آرزو میکنیم، دوستتان داریم مهدی از فنلان. آره مهدی جان درست میگی، دیدیم که همین آدم های خشک مغز چه بر سر اهالی چارلی هبدو بردن، یا چه بر سر رفیق تقیلی، اون روزنامه، البته پزشک و روزنامه‌نگار اهل آذربایجان،
این مرد نازنین هم پزشک متخصص قلب بود در آذربایجان و هم نویسنده مشهور آذری آذربایجانی که حتی اون انجمن نویسندگان آذربایجان به علت مخالفتش با اسلام اخراجش کرد. بعدم کسی رو از جمهوری اسلامی ظاهرا فرستادن با چاقو کشتش. ضربه ای بهش زد که میگن نقد میکنن بردن بیمارستان و در بیمارستان هم نرسیدن بهش رو فوت کرد. آره تمام کسانی که برای میهن و ملتشون میخوان کار کنن یه جوری تا اون پرداخت کنن. ببینید اینو گفتیم شاید تکرار میکنیم، نهالی رو که در 27 مارس 2014 چند روزی بیشتر از 2 سال پیش کاشتیم بار داده واقعا و بارم داده، بار تماشایی داده، بار تماشایی داده. شاید یه خودم اکراه داریم، نمیخوایم باور کنیم، تعریف کنیم، چیزایی میگیریم. این هفته اگه بخوایم حالا به استعاره براتون بیان کنیم، مزد میگیریم هر هفته برای کارهایی که کردیم، مزد برای ما میفرستن. این هفته خیلی مزد برای، نه که فکر کنید پول و مانی اوردر و ارز میشه دلار و یورو، نه نه نه، این پیام ها و ایمیل های محبت آمیز دوستان و هموطنان. جالب بود برامون کسی به عنوان با اسم مستعار اوتوپیا پاسیبل یا اوتوپیا پاسیبل به فرانسه، نمیدونیم این نازنین هموطن شخصه یا یک گروه هن، اینو نمیدونیم، ولی دیدیم یه پیام برای ما گذاشتن خیلی جالبه. آقای خراسانی عنصر نامطلوب، ما به تازگی شما را کشف کرده ایم و به خاطر صداقت، شجاعت و صمیمیتتان شما را دوست داریم. بفرمایید این چند میارزه؟ این چقدر ارزش داره؟ این رو ما مزد کار ناچیزی که کردیم میدونیم. این هموطن یا این گروه، حالا هر کی هستن که ما فقط یه نامی داریم ازشون، چی کردیم که هموطن به این نتیجه رسیده که ما صداقت و شجاعت و صمیمیت داریم؟ از کجا فهمیده؟ اصلا حیرت انگیزه. و ما تمام آرزومون اینه که تا روزی که میمیریم کاری نکنیم که این گروه هموطنان رو ناامید و سرخورده کنیم. یو ببینن ای یارو پیرم تو زرد از آب در اومد، این چه گویی بود دیگه. آقای شمیرانی نکنید با مردم. اگر روزی به این نتیجه برسیم که به اون چه که میگیم ایمان نداریم، خلافی ازمون سر بزنه، اصلا میریم از که جلوی این دوربین میریم سر میذاریم به بیابون، شرم میکنیم که تو روی هموطن، تو این روی این آقا یا خانوم یا هر کی اوتوپیا پاسیبل، شرم میکنیم نگاه کنیم که گولک زدیم، صادق نبودیم، این اشتباهی ما رو پیدا کرده، صمیمی نبودیم، کلاش بودیم، دوز بودیم، دروغگو بودیم، لطمه زدیم به میهن و مردممون. گفتیم براتون ما به همه ایمیل ها و پیام ها پاسخ میدیم، فقط جر و بحث نمی کنیم، به خصوص با مذهبیون، با ایمانداران، چون ایمان رو نمیشه کاریش کرد. یه بارم با یکی سرشاخ شدیم البته، ولی اون موقع فکر کردیم که مثلا طرفدار نظام پادشاهیه، خب اونا باز میشه باشون صحبت کرد، جر و بحث کرد، ولی بعد فهمیدیم یارو از اون چیزاست، از اون امام زمانی هاست، اونا خطرناکن، با اونا که میشه حرف زد، اونا منطقشون چاقوه. البته ما از چاقو نمیترسیم، بمبم اصلا هم نمیترسیم، از تلف کردن وقت با یک کسی که مغزش پوکه و معتقده که قلبش رو داده به حالا یا خدا یا عیسی مسیح یا محمد یا سا. حق داره هر کاری میکنه ها، قلبش هم برکی میخواد بده، ولی در جامعه مدرن زندگی کنه، مطابق روز زندگی کنه،
که نمیشه که اعتقادات مذهبیشو بیاره تو جامعه. سیروس محسنوند دیگه از کفر ابلیس براتون مشهور تره، دکتر سیروس محسنوند. گفتیم که این بعد هر برنامه ای یک ایمیلی بعد 3-4 ساعت وقتی که برنامه رو میبینه برای ما میفرسته. این هفته اصلا شاهکار کرده. میدونید چرا؟ باور کنید برنامه ما ساعت 3:04 دقیقه هفته قبل تموم شد، داریم مدرکشو. ساعت 3:12 دقیقه یه ایمیل اومد از دکتر سیروس محسنوند. اصلا ما تو مبهوت بودیم. 7-8 دقیقه بعد برنامه تموم شدنش یه ایمیل مفصل اومده. حالا اینقدر شلوغ بود ما یک قسمتایشو انتخاب کردیم. عصبانی از دست ما، شاکی دیگه، سلام علیکم نکرده. اون القابی هم که هفته پیش به کار برده بود که دهان ما گر و در و گوهر میبارن دیگه نه، نوشته پیر گدا. برنامه امروز هم طنز نیست و نوبخانیست. کلن با خودت مشکل داری؟ مگر نشنیده ای کسی که با خوب کشتی میگیرد گلی میشود؟ من نمیفهمم تو که خود فروش نیستی چرا با خود فروش ها رفت آمد میکنی؟ اگر هم با خودفروش ها میپری چرا انتظار داری که خودفروش ها خودفروش نباشند؟ وقتی که با خودفروش ها میپری نباید ناخوش باشی که آنها خودفروش هستند. نصیحت من به تو این است که با خودفروش ها رفت آمد نکن و اگر کردی غرغر نکن و هوس نکن که برای آنها سخنرانی بکنی و خیلی هم از تو ممنون باشند. حواست باشه قرار نیست یک نظام پرفکت توی ایران بیاد سر کار. لانگ فرام پرفکت. عجله نداشته باش، راه دراز است و بالا پایین بسیار دارد. نوه و نتیجه و نبیره های ما هم درگیر خواهند بود. یک کم از این بهتر بشه فعلا کافیه. رضا پهلوی از سر ما هم زیاده. ما برای باز کردیم حتی خیلی زیاد بود، گفتیم یه تیکش رو برای شما که بیشتر مورد داره انتخاب کنیم. دیدیم دکتر عصبانی، حتی سلام علیکم نکرده. بعد گذشت و شب دیدیم یه ایمیل دیگه زده خیلی کوتاه. عنوانش هم بود دلجویی. حس میزنم دیروز بی خودی نقد تندی نوشتم. یعنی راجب همین که نوشتم. اگر دلخور شدی شرمندم. با درود سیروس محسنوند. بگیم حالا آمپرش اومده پایین و خلاصه نوشته که من تند رفتم. تندم نرفتی، حرف دلتو گفتی. ما هم گذاشتیم یه 24 ساعتی گذشت، این دوتا ایمیل رو دیدیم. یه 24 ساعتی گذشت در جوابش نوشتیم سیروس عزیزمان درود بر تو، تو شاهکاری، محشری. ساعت 3:56 دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه برنامه ما تمام شد و ساعت 3:12 دقیقه، یعنی فقط 3-4 دقیقه بعد این ایمیل تو را دریافت کردیم. آفرین به این پشتکار و همت. شخص ما تو را مانند برادر کوچک خودمان می‌بینیم. او هم هر از گاهی از دست ما عصبانی می‌شود و کافرها به هم می‌ریزد. ابتدا ما سکوت میکنیم و بعد از مدتی که آمپرش پایین آمد با مهربانی جوابش را میدهیم. به همین دلیل جوابت را با 24 ساعت تأخیر میدهیم. ما در اکثر مجامع ایرانیان مونتریال شرکت میکنیم به دو دلیل. اول اینکه دیداری داشته باشیم با همیهنانمان. دوم همین که نگاهی بکنیم به رفتار و کردار آنها و به اصطلاح سوژه ناب به دست بیاوریم، خوراک گفته ها و دلنوشته های من. در ضمن اعلی حضرت رضا شاه دوم یا به قول تو رضا پهلوی هم مفت چنگ خودت. یه نیشی به ما زده بود، گفتیم یه جوابی بهش بدیم. آره این جواب برای دکتر سیروس فرستادیم و بعد اون جواب دلجویی اومد و که نوشته بود اگر ما دلخور شدی شرمنده ای. ما دوباره براش نوشتیم که
ما از داداش کوچکترمان هیچ وقت دلخور نمیشیم، هر چقدر هم که شیطونی بکنه. و واقعا هم ناراحت نشدیم، یعنی حرفاش پر بیرحت نبود، نظرش هم بود، هر کسی هم بنویسه. برای واقعا این مردم محشرند، این مردم باهوشند، این مردم فکر میکنند. هر ملت دیگری شاید بود توی این مدت 37 سال محو شده بود، فرهنگش رو باخته بود. ما امید به این مردم داریم که بعد 37 سال هنوز دختر ایرانی از مبارزه اثر نداشته. مرد ایرانی حالا ممکنه مبارزه مسلحانه نباشه که نیست، ولی نتونستیم. به قول درود به سعید، میگه اینا از جنس خودشون هم نتونستن تربیت کنن. یه دونه چی میگن راشد نتونستن تربیت کنن. راست میگه، اینا هر چی گفتن، اصلا اون تربیتی هم که خواستن اسلام و تشیع رو، مردم میخندن، جوونا به افکار اینا میخندن. برید تو فیسبوک ببینید، هر روز یتکه یا خوندی میذارن زیرش میخندن. بشه مرکه چی میگه. یادتونه دفعه پیش یه هموطنی، او هم به ما ایراد گرفته بود و انتقاد کرده بود که تو چی؟ یه چیز جالبی این دوست نازنین گفته بود، کوتاه اومدی و عرض میشه جا زدی و از این داستانا، که ما جواب دادیم. حالا اون هموطن نازنین هم جواب داد. درود بر پیر گرامی، باور بفرمایید که قضاوت من از سر ندانستم بود و با توضیحی که در برنامه دادید روشن شدم. شما همچی آدمایی کجا پیدا میکنید؟ به ما اعتراض کرده، میگه تو کوتاه اومدی، جا زدی. بعد آمرانه جوابشو میدیم، بعد محترمانه به ما جواب میده، میگه آقا درست گفتی. نه اینکه تو گفته درست بگیم، درست گفتی ما. اگر بازم قانع نشده بود دوباره توضیح میدادیم. گفته بود که تو دیگه آتیشت خاموش شده و جا زدی و دیگه با این تلویزیون ها جرابست نمی کنی. گفتیم آقا علت که اسمشو نمیاریم اینه، خودتون خواستید، میگید اینقدر به اینا نپرداز. حالا نوشته تو اصلا اینقدر انصاف گوش بدید، حق با شماست و منطقی که ارائه کردید بسیار صحیح هست. درود بر تو نازنین، اگر باعث تکدر خاطر شدم عفو کنید. نقل است که زکات دانستن تحمل نادان است. نه آقا اینجوری نه، تو دوست عاقل و حالا جواب دادیم براش، میخونیم براتون. از اینکه با حوصله تحمل کردید و جواب دادید سپاسگزارم. مبلغ بسیار ناچیزی هم زیر عنوان ناگفتنی ها به تلویزیون تقدیم خواهم کرد، صرفا جهت کسب افتخار همیاری. بدون شک شما در این راه پیروزید، ارادتمند شما فرهاد. ایشون همون هممیهن نازنین آقای فرهاد بود که دفعه پیش به ما اعتراض کرده بود و ما جواب دادیم. جواب دادیم به فرهاد، نوشتیم دوست و هممیهن گرامی فرهاد عزیز، درود بر تو. شخص ما و ناگفتنی ها از داشتن بیننده و شنونده مهربان، فهیم، منطقی و متواضعی چون تو نازنین به خود میبانند. نه تنها کوچکترین تکدر خاطری نسبت به تو نداریم، بلکه نهایت احترام و ارادت نسبت به تو عزیز را هم در قلب خودمان داریم. از همیاریت با میهن تیوی و ناگفتنی ها هم بسیار سپاسگزاریم. آرزو داریم با کمک بینندگان و شنوندگانی چون تو عزیز، میهن تیوی تا آزادی میهنمان از شر اهریمن پایدار بماند. با درودی دوباره، شاد و آزاد سربلند باشید خراسانی. ببینید زیرش مخلص شما، چاکر شما، ارادتمند شما نیست، درود بر شما فقط. و شاد و آزاد و سربلند باشید. آزادیت هم دست خودته، میتونید کرایه بدی، در اختیار کسی بذاری، بگی آقای شمیرانی من جانم و فقط چرا جان تو برای چی فدای آقای شمیرانی کنی. اینا رو هم که میخونیم نه که بخوایم برای خودمون کردیت بگیریم، به شرافتمون قسم
یه کسی گفته بود این بابا با همه مخالفه، به خدا با همه مخالف نیست. حرفی میزنیم ممکنه در مقابلش مخالفتی بشه، معتقد به گفتگوی محترمانه هستیم، نه جنجال و جنگ و مشکلاتمون رو نمیخوایم با اسلحه کلاشینکوف یا چاقو مثل بعضی از این افراد حل کنیم. حرف میزنیم، حرف جواب ما رو بده. دیدیم کسانی اومدن رو همین خطا، این آقای شمیرانی رو آها این موهاش رو رنگ کرده، نمیدونم سیبیلاش رو. اون به تو چه؟ اون یه امر خصوصیه، به سیبیل و موش چی کار داری؟ به تفکرش، به زیر اون موه بپرداز. فلانی لحظه باید دختری دوست شده، به تو چه؟ اون یه مسئله خصوصیشه. فکرشو نقد کن، بیاناتشو نقد کن، حرفشو نقد کن برادر عزیز من. بسیاری مطالب داشتیم، متاسفانه وقت تمام شد، نموند وقت که بپردازیم. از تمام کسانی که به ما محبت کردن، بسیاری دوستان برای ما مطلب فرستاده بودن، میخواستیم ازشون نام ببرید میگنیم برای هفته دیگه. از اون دوستانی که با واسطه به ما محبت میکنند، اینجا و اونجا برای ما پیغوم میدن، نه نوشتنی و کتبی، که برنامه رو میبینند و دوست دارند، هم سپاس گذاریم. این هفته دو سه مورد اینجوری داشتیم. یه اینو خیلی خلاصه براتون بگیم، یه دوستی داریم در راه بسیار دور، یه هنرمنده، ساز میزنه، چه سازی میزنه. دیشب دیر وقت به ما زنگ زد، سلام علیک و احوال پرسی. هر از که شاید هفته دو سه باری شبا با ما تماس میگیره، از بیننده هامونه، هیچ آشنایی سابقا باش نداشتیم. گفتم درود بر تو، حالت چطور، خوبه اینا؟ بعد شروع کرد که من یه عضو ناچیز فلان. آقا چرا این حرفو میزنی برادر من؟ این حرف یعنی چی که من یه عضو ناچیز؟ تو یه هنرمند بزرگی، تو صد و چند تا آهنگ ساختی. گفت نه. گفتم چرا این شکست نفسی های بی خودی رو میکنی؟ ببین من ساز تو رو شنیدم، باور کنید یه بار همی که صحبت میکردی گفت میخوای برات یه ساز بزنم؟ گفتم آره. دو سه دقیقه زد، اصلا روح و می نواخت این پنجه این مرد. گفتم نگو، مزخرف نگو، این شکست نفسی ها رو نکن. گفت میدونی همه با هم حسودی. گفتم به اونا توجه نکن، کار خودتو بکن. بعد یه چیز جالب گفت، یه پسری بود شاگرد من بود، به بعد میمد پیش من درس میگرفت، درس همین سازم رو میگرفت. بعد میگم یه بار بهش گفتم که تو خیلی خوب میزنی، حتی از خود منم بهتر میزنی. گفت آقا رفت دیگه نیمد. گفت تو دیگه استاد گفته از خودشم بهتر میزنم، پس برای چی برم دیگه پیشش؟ دیگه کامل شدم. گفتم عجب، من میدونم این ساز دورش خیلی طولانی گاره، پدرشم، پدر پسره منم جلو منو گرفت. آقا این چه حرفی بود زدی؟ این بچه منو پروندی؟ این اومده میگن چرا دیگه نمیری کلاس؟ میگه استاد گفته دیگه یاد گرفتی و خودت باعث شدی. چرا قلوب به بی خود کردی؟ دوتا ایراداش هم میگفتی، دوتا حسنش هم میگفتی، کما این که الان بهت بگیم. ما تو موزیسیان نیستیم، موزیک شناس نیستیم، ولی بهت بگیم موزیک رو دوست داریم. یه جایی ما یه صحبتی بود، پرداختیم به یه غذایی، گفتیم این غذا خیلی خوبه. یه کسی یه نگاه عاقل اندرسفی که گفت شما متخصص پخت این غذا هستی؟ گفتیم نه ببخشید، ولی 60 سال سابقه خوردنش رو داریم، قربونت برم. حالا هم به این دوست گفتیم که ببین ما که موزیسین نیستیم، ولی 65 سال سابقه شنیدن داریم. تو وقتی ویولونیست آرشه رو روی ویولون میکشی، بس که به قلب ما میکشی. دیدیم نمونه های دیگری که درود بر مهندس بشیری، میگو اینا موسیقی نیست، اینا موسیقیه. ولی اون چه که دوست ما انجام میده واقعا موسیقیه، موسیقی نیست. به حال باز تموم شد. ایداد الان سعیدم فرم میزنه، وقتم زیادی رفتیم. سپاس داریم از سعید.
و از دوستانی که به میان تیوی لطف دارن و به ما لطف دارن. شاد و آزاد و سربلند باشید و امید دیدار در هفته آینده و با یکی دیگر از برنامه های سری ناگفتنی ها. درود بر همه شما هموطنان نازنین، به خصوص اونایی که دل خوشی ندارن. امیدوارم بشینید حرفای ما رو گوش بدید، بیاید به مساف فرهنگی با ما، بیاید بگید که اینجای حرف ما ایراد داره، توضیح بدیم. ما به شما میگیم اینجا رو ما نمیپسندیم، دفاع کنید. یاد بگیریم که با هم در کنار هم برای آزادی میهن با هدف مشترک ولی راه‌های مختلف و افکار مختلف. درود به همه کسانی که مخالف سیاسی و مخالف فکری ما هستند. درود بر همه ایشون.